فریاد خدای یکتا، من ماریه صحرایی هستم و با آموزش زراعت گیاهان دارویی در خدمت شما خواهم بود. آشنایی با گیاهان دارویی. به طور کلی گیاهان دارویی گیاهانی هستند که همه گیاه یا بخشی از اندامهای اون شامل گلش، میوه، بذر، ساقه، برگ یا ریشه اون دارای خواص دارویی هستند و همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان معمولاً به دلیل استفاده از ماده مؤثره اونها انجام میشه. از اونجایی که بیماری ها با پیدایش انسان پیدا شدن، بنابراین عمر گیاهان دارویی هم به قدمت عمر انسان هست و در اسناد چند هزار ساله در تاریخ طب و داروسازی تجربیات و اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با گیاهان دارویی وجود داره. در چند دهه گذشته اون چیزی که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت معمولاً از منابع طبیعی و به طور عمده از گیاهان به دست می آمد و با پیشرفت سریع علوم و از طرفی هم با پیشرفت مسائل اقتصادی استفاده از گیاهان دارویی کاهش پیدا کرده و سوق به سمت جایگزینی داروهای شیمیایی بود و خیلی از داروهای شیمیایی جایگزین داروهای گیاهی شدن. تجربه‌ای که طی چند دهه اخیر به دست اومده نشون میده که داروهای شیمیایی با همه کارایی که دارن اما اثرات نامطلوب و ناگوار خیلی زیادی رو به همراه دارن و امروز ثابت شده که کمتر ماده خالصی وجود داره که این اثرات سوء رو نداشته باشه و همین عامل هم باعث شده که در طی چند دهه اخیر بازگشت کنیم به سمت استفاده از گیاهان دارویی، به طوری که توی خیلی از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، کارخانه‌ها، سازمان جهانی بهداشت حتی برنامه‌های وسیعی رو با جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیدن و نقش گیاهان دارویی رو سرنوشت ساز تلقی کردن. در قرن حاضر با توجه به پیشرفت علم شیمی و کشف سیستم‌های پیچیده سنتز ارگانیک باعث شده که صنعت داروسازی گسترش پیدا کنه و همچنین این صنعت داروسازی جایگزین شیمی درمانی شده که به دلیل پیشرفت علم شیمی و همونطور که گفتیم کشف سیستم‌های پیچیده سنتز ارگانیک هست و با همین طریق هم پزشکی مدرن تونسته که خیلی از بیماری‌های غیر قابل علاج و بیماری‌هایی که مرگ‌آور هستند رو درمان کنه. با توجه به همین عامل اما گیاهان دارویی و استفاده های اونها و کاربرده های اونها هرگز به طور کامل کنار گذاشته نشده، به صورتی که بیش از 80% مردم جهان همچنان از گیاهان دارویی برای درمان خیلی از بیماری ها در حال استفاده هستند. تقریبا 1/4 داروهای تهیه شده از گیاهان به دست اومدن و منشأ گیاهی دارند که این داروها یا به صورت مستقیم از عصاره‌گیری گیاهان تهیه شده یا اینها ترکیبات سنتتیکی هستند که بر اساس ترکیبات گیاهی سنتز شدن. خب ما وقتی که واژه گیاه دارویی رو استفاده می‌کنیم فقط به این منظور نیست که گیاه دارویی برای تسکین یک درد یا درمان یک درد استفاده بشه، بلکه علاوه بر درمان کاربردهای دیگه‌ای هم هستن که گیاهان دارویی به عنوان مثال ممکنه که به عنوان طعم دهنده از اونها استفاده بشه یا به عنوان نوشیدنی یا شیرین کننده ها یا رنگهای طبیعی که از گیاهان دارویی استخراج میشن و حتی ساخته شدن حشره کش ها ممکنه که با استفاده از گیاهان دارویی انجام بشه و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی هم اینها استفاده میشن. خب ما اینجا موضوعی رو داریم با عنوان تفاوت بین گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و همچنین داروهای شیمیایی.
که چه تفاوتی هست وقتی که ما میگیم یک گیاه دارویی یا یک داروی گیاهی یا یک داروی شیمیایی؟ گیاهان دارویی مثل زیره، رازیانه، هل یا دارچین، اینها اغلب دارای خواص درمانی هستند که عمدتاً یا بی‌ضرر هستند یا کم ضرر و تأثیرات اینها هم به اثبات رسیده. اما داروهای گیاهی داروهایی هستند که در اثر تبدیل گیاهان دارویی به دارو در کارخانه‌های داروسازی در طی فرایندهای خاص و همچنین استریل تهیه شدن. خب با این توضیحات میشه بگیم که با توجه به تفاوت‌هایی که بین گیاهان دارویی و داروهای گیاهی وجود داره، گیاهان دارویی فقط در عطاری‌ها معمولاً موجود هستند و عطاری‌ها تنها اجازه فروش گیاهان دارویی رو دارن، نه داروهای گیاهی رو. و همچنین در قانون طبیعت هم هر چیزی که منبع طبیعی داشته باشه معمولا سلامت بخشی اون نسبت به عارضه هایی که ایجاد میکنه بیشتر هستن و بیش از 95% از داروهای گیاهی اعضایی از لیست داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک هستن. فقط 5% از داروهای گیاهی در اثر مصرف نابجا ممکنه که دارای عوارض و اثرهای سوء باشه. در حال حاضر حدود 150 داروی گیاهی بدون نیاز به نسخه در داروخانه های ایران وجود داره و حدود 200 گیاه دارویی هم در عطاری ها موجود هستند که ما میشه از اونها استفاده کنیم و بهره ببریم. بنابراین گیاهان دارویی علاوه بر اینکه درجه سلامتی بیشتری نسبت به داروهای گیاهی دارند، داروهای گیاهی فقط در عطاری ها وجود دارند و عطاری ها فقط و فقط محل فروش گیاهان دارویی هستند و تفاوت بین گیاهان دارویی و همچنین داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی در میزان عوارضی هست که اینها ایجاد میکنند. به همین دلیل هم با توجه به طبیعی بودن ماده اولیه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، اینها دارای سازگاری بیشتری هستند با بدن. به همین دلیل هم لازمه که نسل جوان هم با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی آشنایی داشته باشند و خواص اونها رو بشناسن. و به این نکته هم باز دوباره همونطور که ذکر کردیم باید توجه داشته باشیم که داروهای گیاهی دلیل اهمیت اونها سازگاری بیشتره اونها نسبت به داروهای شیمیایی با بدن هست. با توجه به توضیحاتی که دادیم، برخی معتقدن که خواص درمانی گیاهان دارویی نیست یا در مورد خواص اونها این افراد دچار شک و تردید هستند. و در حال حاضر خب بیشتر مردم وقتی که دچار بیماری میشن تمایل دارن که از داروهای گیاهی استفاده کنن بیشتر تا داروهای شیمیایی. خب در اینجا این مسئله به وجود میاد که آیا واقعا داروهای گیاهی بهتر هستن یا داروهای شیمیایی بهتر هستن؟ مورد اولی که پیش میاد در مورد تردید در مورد اثر بخشی گیاهان دارویی از اونجا منشأ میگیره که نحوه آماده سازی داروی گیاهی و در اختیار گذاشتن اون برای مردم ممکنه که به صورت مطلوبی انجام نشه و همین هم باعث میشه که خواص گیاه دارویی از بین بره یا خواص اون کاهش پیدا بکنه و همین عامل باعث میشه که تاثیر گیاه دارویی کم بشه و نسبت به اون شک و تردید ایجاد بشه. و همچنین پاسخ دوم برای این مسئله این هستش که داروهای شیمیایی از بعضی از جهات نسبت به داروهای گیاهی برتری دارن و اثر بخشی اونها هم بالاتر هست، ولی در صورتی که داروهای شیمیایی به مدت طولانی مصرف بشه باعث ایجاد عوارض جانبی میشه که گاهن از خود اون بیماری خطرناکتر هست و همین دلیل هم استفاده مداوم و بی‌رویه و نادرست از داروهای شیمیایی ممکنه که باعث ایجاد باکتری‌های مقاوم بشه که این باکتری های مقاوم دیگه درمانش به راحتی ایجاد نمیشه و باعث ایجاد مقاومت های آنتیبیوتیکی میشه. خب بنابراین با
با توجه به تفاوت‌ها و مزایا و معایبی که برای گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی ذکر کردیم، باید توجه کنیم که نحوه آماده سازی گیاهان دارویی باید به چه صورتی باشه که اثر بخشی اون بالاتر باشه و همچنین در چه مواردی ما باید از داروهای شیمیایی استفاده کنیم، در چه مواردی از داروهای گیاهی استفاده کنیم و مصرف خودسرانه در مورد هیچ کدام از گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی نداشته باشیم که در صورت ایجاد بیماری، رفع اون بیماری و درمان اون بیماری به راحتی انجام بگیره بدون اینکه عوارضی برای بدن ایجاد بشه. خب ما با یک نظر اجمالی که به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران داشته باشیم به این مسئله میرسیم که در ایران داروهای گیاهی جزئی از میراث با ارزش سنتی ایران هستند. از طرفی فلات وسیع ایران از اقلیم‌ها و محیط‌های گوناگونی برخوردار هست که همین اقلیم‌ها باعث شده که بیش از 7500 گونه گیاهی مختص به ایران شناسایی شده باشه و بر همین اساس هم ایران یکی از منابع داروخیز جهان به شمار میره و از اونجایی که گیاهان وحشی در محدوده‌های جغرافیایی گسترده‌ای معمولاً پیدا میشن، جمع‌آوری و دسترسی به اونها از نظر اقتصادی مغروم به صرفه نیست و همچنین از گیاهان وحشی معمولاً در صنایع داروسازی استفاده نمیشه چون جوابگوی صنایع داروسازی نیستن و همین امر هم باعث شده که کشت گیاهان دارویی در سطوح زراعی در سطح کشور شروع به انجام باشه و در حال گسترش هست. مطلب بعدی در ارتباط با پیشینه و تاریخچه گیاهان دارویی و استفاده از اونها هست. اولین کسی که آثار و مطالبی رو به صورت مکتوب مربوط به شناخت گیاهان داره ارسطو هست، هرچند که قبل از ارسطو در آثار کهن مصر در پاپیروس ها مطالبی در ارتباط با گیاهان و همچنین استفاده اونها موجود هست، ولی ارسطو اولین دانشمندیه که در ارتباط با رشد و نمو گیاهان، ماده سازی اونها و همچنین از تفاوت اونها و چگونگی استفاده از مواد خاک مطالبی رو به صورت مکتوب داره و همچنین نوشته های اون بدون اینکه هیچ مبنای علمی داشته باشه تا حتی چندین قرن بعد از اون مورد قبول همه بود و حتی تدریس هم می شد. تئوفراس شاگرد ارسطو بود که بعدها به اون لقب پدر گیاهشناسی رو دادن و علاوه بر این که پیرو ارسطو بود، تحت تأثیر نظریات پلاتو هم که پلاتو استاد ارسطو بود هم قرار گرفته بود. همچنین تئوفراس ردبندی هایی رو داشت از گیاهان بر اساس شکل ظاهری گیاهان، چرخه رشدی که دارن، شکل گلازین اونها، نحوه رشد اونها و همچنین وضعیت گلبرگه های اونها رو در کتابی به نام هیستوریا پلانتاروم جمع‌آوری کرده بود، هرچند که این کتاب مبنای خاصی نداشت و مبنای اون مبهم بود و ناشی شده بود از استنباط های خود تئوفراس. بعد از تئوفراس، بقراط بزرگترین پزشک جهان باستان هست که خود بقراط هم عصر با تئوفراس هست و بعدها ادامه مکتب اون منجر به ایجاد طب جالینوسی شد و از این دانشمند هم که از گیاهان برای درمان استفاده می کرد مطالب و آثاری در مورد استفاده از گیاهان و نحوه درمان با گیاهان دارویی باقی هست. و دیو اسکرید طبیب و جراحی هست که در ارتش روم در زمان نیرون بود و بعد از تئوفراس مشهورترین دانشمند در ارتباط با شناخت گیاهان دارویی بود.
مطلب بعدی در ارتباط با نامداران دانش شناخت گیاهان دارویی در شرق هست. شروع کاربرد وسیع گیاهان دارویی و همچنین گسترش استفاده از اونها در کشورهای شرقی به خصوص در دوره اسلامی با توجه به در دسترس قرار گرفتن کارها و آثار بقراط، جالینوس و غیره شروع شد. بعضی از کتاب‌هایی که از این دوران در دسترس هست شامل بیت الحکمه، الجامع لمفردات، الادویه و تغذیه هست، کامل الصناعات الطبیه هست و همچنین الحشایش. یکی از دانشمندان نامی ایران محمد ابن زکریای رازی هست که محمد ابن زکریای رازی نه تنها در کارهایی که مربوط به گیاهان دارویی هست فعالیت داشت و مطالعات عمیقی داشت، اولین دانشمندی هم هست که تمام کارهای فارماکولوژیکی و همچنین تمام واژه‌هایی که تا اون زمان چه از دانشمندان غرب و چه از دانشمندان شرق باقی مونده بود رو مورد مطالعه و بحث قرار داد و دایره المعارفی در درمانشناسی به نام کتاب الهابی فلتب از اون به جای مونده و همچنین کتاب خلاصه پزشکی به اسم المنصوری هم توسط زکریای رازی نوشته شده و یکی دیگه از آثار اون کتاب منافع الاغذیه و دفع مضرها هست. زکریای رازی حدود 630 گیاه رو که مصرف پزشکی و گیاهی دارن رو در کتابش به نام الهاب فلتب جمع آوری کرده و در حال حاضر در دسترس هست. ابن سینا دانشمند و پزشک دیگه ایرانی هست که در غرب اون رو به نام آویسینیا میشناسن و بعد از انقراض تمدن یونان اون رو بزرگترین دانشمند جهان و به اشتباه بزرگترین دانشمند عرب تلقی کردن. در جلد دوم کتاب خودش به اسم قانون فتح بیش از 800 نمونه گیاه طبی و غذایی رو اسم برده و از میان این 800 تا گیاه 541 گیاه و مشتقات اون رو توصیف کرده و صفتهای ریختشناسی اونها رو مورد بررسی قرار داده. در ارتباط با تاریخچه گیاهان دارویی در کشورهای مختلف هم مطالبی در دسترس هست. از جمله این کشورها مصر، بابل، هند، چین، یونان و ایران هستند. اینها دارای گذشته و پیشینه‌ای غنی از طب سنتی و گیاهان دارویی داشتند. در بین ملل جهان مصریان قدیمی رو میشه گفت که اولین ملیتی هستند که از گیاهان دارویی به شکل غیر قابل تصوری استفاده می‌کردند و همچنین در پاپیروس هایی که از مصریان قدیم هم به جای هست در مورد گیاهان دارویی و خواص اونها مطالبی وجود داره. بابل هم از طریق الواح کوچیکی که اسم داروها به خط میخی روی اونها نوشته شده هم در دسترس هستن و به دست ما رسیده و قدیمی ترین لوح هم متعلق به سومری هاست. داروهایی که بین مردم ساکن بین دجله و فرات استفاده میشد اینها منشأ گیاهی داشتند. در خاک هند هم تعداد بیشماری از گیاهان دارویی وجود داره که تا امروزه هند مثل گنجینه ای از گیاهان طبی هستند که هنوز هم تعدادی از اونها ناشناخته هستند و باید شناخته بشن. چین هم از قدیمی ترین کتاب های درمانی چین که متعلق به حدوداً 2800 سال پیش از میلاد هست کتاب طب داخلی سنتی رو میشه اسم برد که در اون بیش از 100 گیاه و خواص اونها ذکر شده. بقراط که از اون اسم بردیم طبیب بزرگ و بنیانگذار طبابت یونان قدیم هست و همچنین طرفداران مکتب بقراط ارزش خاصی برای
گیاهان دارویی در طبابت قائل بودند و ایران هم ایران از دیرباز و حتی پیش از دیگران در زمینه گیاهان دارویی و کاربردهای اونها دارای دانش پیشرفته‌ای بود. از نمونه بارز کتاب‌های باستانی که در ارتباط با این موضوع به جای هست از ایرانیان کتاب باستانی اوستا هست که در یکی از 5 کتاب اوستا که اسم اون هست وندیداد که حداقل 2500 سال پیشینه داره بخش‌های پرشماری به گیاهان درمانی، معرفی گیاهان دارویی، کاربردهای اونها اختصاص داده شده. در قرن 8 و 9 میلادی هم اطباء ایرانی باز دوباره رونق خاصی به طبابت ایران و جهان بخشیدند و به طوری که با پیدا شدن دانشمندان و نوابقی مثل ابوعلی سینا و محمد ابن زکریای رازی و با انتشار کتاب‌های مشهور خودشون پیشرفت‌های گسترده‌ای رو در قرون بعد هم ایجاد کردند و در قرن 13 میلادی هم ابن بیطار اختصاصاتی رو داره که بیش از 1400 گیاه رو که میشناخت در کتاب خودش جمع‌آوری کرده بود و اون رو در اختیار گذاشته بود. در ادامه خصوصیات کلی گیاهان دارویی رو بررسی می‌کنیم. در پیکره گیاهان دارویی معمولاً مواد ویژه‌ای که به اونها مواد مؤثره یا متابولیت‌های ثانویه گفته میشه ساخته میشن و این مواد مؤثره برای درمان بعضی از بیماری‌ها مورد استفاده قرار میگیره و اثر دارویی اون گیاه هم به دلیل این مواد مؤثره ای هست که در ترکیبات اونها وجود داره. این ترکیبات معمولاً طی فرآیندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی ساخته میشن و مقدار اونها خیلی کم هست و به طور معمول کمتر از 1% وزن خشک گیاه ممکنه که این مواد مؤثره یا متابولیت های ثانویه باشه. مواد مؤثره معمولاً در یکی از اندام‌ها بیشترین مقدار رو داره. مثلا ممکنه که در ریشه، برگ‌ها، ساقه، گل، میوه یا غیره بیشترین میزان مواد مؤثره باشه. یعنی اینطوری نیست که کل اندام گیاه منبع ماده دارویی ویژه‌ای در نظر بگیریم و بیشتر و اغلب یکی از اندام‌ها دارای این ترکیبات هستند. و از طرفی ما وقتی که بخوایم از اون ماده مؤثره بهره ببریم و از اون گیاه دارویی استفاده کنیم، معمولاً اندام گیاهی برداشت میشه، آماده سازی میشه و همچنین فرآوری میشه. یعنی اینکه اینها تحت تأثیر عملیاتی قرار میگیرن، مثل جدا سازی، مثل خرد شدن، خشک کردن، تخمیر اینها و غیره. و به طور معمول این اندام ها به صورت سنتی در دسترس قرار می گیرن و فقط با خشک کردن به عنوان کالاهای عطاری در دسترس هستن. یعنی در گیاهان دارویی که در عطاری ها معمولا موجود هستن فراوری خاصی روی اینها انجام نمی شه و فقط به صورت سنتی خشک شدن. در ارتباط با انواع گیاهان دارویی، گیاهان دارویی بر اساس مواد مؤثره‌ای که دارن به 3 گروه تقسیم بندی میشن: گیاهان طبی، گیاهان ادویه‌ای و گیاهان عطری. گیاهان طبی گیاهانی هستند که مواد مؤثره اونها یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم دارای اثر درمانی هست و به عنوان دارو استفاده میشه، مثل ریشه شیرین بیان، مثل گل بابونه و گل ختمی. گروه دیگه گیاهان ادویه‌ای هستن که معمولاً از این گیاهان به عنوان ادویه در انواع غذاها استفاده میشه، مثل زردچوبه، زعفران، مثل زنجبیل و زیره. و گروه بعدی گیاهان عطری و طعم دهنده هستن که این گیاهان دارای اندام‌های خاصی هستن که این اندام‌ها دارای اسانس هستند
و معمولا برای معطر کردن خوراک از اینها استفاده میشه، مثل رزماری، آویشن، نعنا و سیر که اینها جز گیاهان عطری و طعم دهنده محسوب میشن. مطلب بعدی اهمیت و نقش گیاهان دارویی هست. با ظهور و به وجود آمدن داروهای شیمیایی و بیولوژیک، اهمیت داروهای گیاهی در تأمین سلامت انسان کم رنگ شد. اما با گذشت زمان استقبال از گیاهان دارویی باز دوباره رشد قابل توجهی رو داشت و در حال حاضر به نظر میرسه که مردم جهان از یک سری نارسایی هایی که طب مدرن دارن و یک سری اثرات جانبی و عوارضی که داروهای شیمیایی دارن خسته شدن و باز دوباره روی آوردن به سمت استفاده از داروهای گیاهی. در حال حاضر خیلی از کشورهای جهان تمایل دارند به استفاده از گیاهان دارویی، از جمله اینکه در کشوری مثل مجارستان جمعیت قابل توجهی از مردم از گیاهان دارویی استفاده می کنند و در خیلی از این کشورها به گیاهان دارویی با عنوان طلای سبز یا نفت سبز اسم برده می شه. در چین 70% جمعیت مردم متقاضی مصرف گیاهان دارویی هستند، کولومبیا 40% افراد، هند 65% افراد اونها، استرالیا 48%، 70% از جمعیت کانادا و 49% از جمعیت فرانسه راغب هستند که از گیاهان دارویی به عنوان گیاه درمانی یا یک عامل درمانی استفاده کنند. و علاوه بر اینها سازمان جهانی بهداشت هم از مصرف فرآورده‌های طبیعی استقبال میکنه و به نوبه خودش باعث شده که تولید و تجارت این محصولات افزایش پیدا کنه. مطلب بعدی در ارتباط با اهمیت و نقش گیاهان دارویی هست که امروزه حدود 50% از داروهایی که در جهان داره تولید میشه منشأ طبیعی دارن که با تغییراتی که بر روی اینها انجام میشه به عنوان دارو استفاده میشن. نیمه دیگه از این داروها که تهیه میشه معمولا از منابع معدنی، حیوانی و باکتریایی به دست میان. به عنوان مثال همه هورمون‌های مصرفی گیاهی هستند و از بعضی از گیاهان مثلا مثل شنبلیله و غیره به دست میان. و همچنین برای تهیه داروهای ضد سرطان هم معمولا از گیاهان کمک گرفته میشه و منشأ طبیعی دارن این گیاهان هم و گلیکوزیدهای قلبی هم از این دست داروها محسوب میشن. امروز علاوه بر اینها از گیاهان به عنوان نگه دارنده، به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی یا به عنوان محافظت کننده و شاداب کننده پوست در صنایع آرایشی و بهداشتی هم استفاده میشه که دلیل اون همین هست که با توجه به اینکه منشأ گیاهی دارن دارای سازگاری بالایی هستند با بدن و معمولاً عوارض ناخواسته و عوارض جانبی رو بر جای نمیگذارن. مطلب بعدی دلایل توجه به گیاهان دارویی هست و اینکه چرا گیاهان دارویی به طور کلی تا این حد مورد توجه هستند. تولید بعضی از مواد مؤثر فعال به صورت مصنوعی و سنتتیک امکان پذیر نیست، مثل گلیکوزیدهای قلبی که اینها حتما باید منشأ طبیعی داشته باشند و به صورت سنتتیک خب قابل تولید نیستند. علاوه بر این بعضی از مواد گیاهی که به عنوان گیاهان دارویی استفاده میشن معمولا ارزانتر و مطلوبتر از فرم سنتتیک اونها هست. همچنین بعضی از اسانس هایی که در ادکلن ها و عطرها هم استفاده میشن امکان تولید سنتزی اونها نیست و باید حتما از گیاهان برای تولید اینها استفاده بشه. و همچنین خیلی از شرکت ها و صنایع هم تمایل دارن که از مواد طبیعی به جای ترکیبات سنتتیک استفاده کنن.
مطلب بعدی موقعیت گیاهان دارویی در ایران هست. ایران با توجه به اینکه 11 تا اقلیم آب و هوایی مختلف داره، در حال حاضر بیش از 7500 گونه گیاهی داره و حدود 2300 گونه گیاهی دارویی در ایران شناسایی شده و با توجه به همین هم یکی از بهترین مناطق جهان در زمینه رشد گیاهان دارویی ایران هست و با توجه به اینکه دانشمندان ایرانی مثل ابو ریحان، ابن سینا، رازی و غیره کتاب‌های مفصلی رو در ارتباط با گیاهان دارویی نوشتن که در حال حاضر مورد توجه جهانیان قرار گرفته. جایگاه اقتصادی گیاهان دارویی در ایران و جهان هم با توجه به اینکه به صورت روزافزون استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده‌های حاصل از اونها در حال افزایش هست، نقش این گیاهان در چرخه اقتصاد جهانی هم روز به روز در حال افزایش و پررنگ تر شدن هست. به طور متوسط نرخ رشد گیاهان دارویی در فاصله سالهای 2010 تا 2019 میلادی در دنیا به 5.8% در سال رسیده و به گزارش سازمان جهانی بهداشت، گیاهان نقش مهمی رو در تقویت سیستم ایمنی بدن در درمان بیماری‌های مختلف دارن و به همین دلیل هم سرمایه گذاری در تولید گیاهان دارویی و همچنین توسعه تجارت گیاهان برای تولید انواع داروها از اهمیت بالایی برخوردار هست. در سال 2020 چین بزرگترین صادرکننده گیاهان دارویی در دنیا بوده و بعد از اون هم هند، آلمان، سنگاپور و مصر قرار گرفتن. چین سهم زیادی رو در صادرات گیاهان دارویی داره، به طوری که در سال 2020 30% از صادرات گیاهان دارویی در دنیا متعلق به چین بوده و سه کشور چین، هند و آلمان در مجموع 60% از بازار صادرات گیاهان دارویی در دنیا رو داشتن. به صورت سالانه 7 تا 10% ارزش تجارت دنیا به تجارت گیاهان دارویی اختصاص پیدا کرده و بخش عظیمی از بازار گیاهان دارویی در دنیا هم مربوط میشه به تولید و عرضه متابولیت های ثانویه‌ای که از گیاهان دارویی مشتق میشن. در ارتباط با جایگاه اقتصادی گیاهان دارویی در ایران هم، ایران با توجه به اینکه 11 اقلیم از 13 اقلیم جهان رو داره، یکی از بهترین خواستگاه ها برای رشد و تکثیر گیاهان دارویی هست و حدود 0.4% که حدوداً کمتر از 1% از کل سهم تجارت جهانی در حوزه گیاهان دارویی متعلق به ایران هست و ایران با توجه به این که دارای ظرفیت کشت برای پرورش گیاهان دارویی هست، قادر هست که در سال گیاهان دارویی مختلف رو تولید کنه. بعضی از گیاهان دارویی که صادرات اونها در ایران بیشتر انجام میگیره شامل باریجه هست، زیره سبز هست، آنگوزه هست و زعفران که رتبه ایران در جهان از نظر صادرات انواع دارو و انواع عصاره و همچنین شیره های نباتی، اسانس ها و عرقیات خیلی بالا هست. بین سالهای 2015 تا 2019 19% افزایش پیدا کرده. مطلب بعدی اندامهای قابل استفاده در گیاهان دارویی هست. گیاهان دارویی رو با توجه به اینکه چه اندامی از اونها استفاده بشه تقسیم بندی میکنن. مثلا ممکنه که ریشه اینها استفاده بشه، ریزوم اینها، قده، برگ، گل، بذر و غیره باشه که از این اندام ها بهره برداری کنن برای استفاده از متابولیت های ثانویه اینها یا استفاده از خود گیاه دارویی.
از جمله گیاهان دارویی دانه‌ای سماق هست، آنیسون هست، سیاه دانه هست، کرچک هست، اسفرزه هست و زیره رو میشه نام برد. گیاهان دارویی برگی شامل گردو میشه، گزنه و انواع آویشن ها. گیاهان دارویی که از ساقه اینها استفاده میشه شامل بید هست، رزماری هست و دارچین. و گیاهانی که اندام های زیرزمینی اونها استفاده میشه شیرین بیان، گزنه، سنبل تیب و زردچوبه هست. و گیاهان دارویی هم که گل اینها مورد توجه هست و به عنوان اندامی هست که متابولیت های ثانویه در اونها ساخته میشه و مورد استفاده قرار میگیره شامل گل بابونه، گل گاوزبان، گل همیشه بهار، گل ختمی و پنیرک هست.